و عامل بعدی به عنوان ایجاد فضای منفی علیه حجاب، تقویت موتور فعالیت علیه حجاب در مجامع بین المللیه به گونه های نظری در مقام تئوری پردازی های مختلف و به گونه عملی در فرهنگ سازی ها توسط رسانه های بین المللی. تو همین 30 سال بعد از انقلاب ماهواره درست شد. تو همین 30 سال بعد از انقلاب ما در جهان این همه فیلم سازی ها رونق پیدا کرد و بلا استثناء همه بنیانگذاران اصلی و هدایت کنندگان اصلی بنگاه های هنری و رسانه‌ای تو جهان همه دست صهیونیست هاست و صهیونیست هایی که از بندهای پروتکل هاشون ایجاد فساد، ضدیت با افافه، تئوری پردازی هایی که کردن در بحث های فمینیسم، مجامع حقوقی جهانی دارن درست میکنن مثل همین پروتکلی که برای زنان میخواستن مطرح بکنن، این کنوانسیون حقوق زنانی که میخواستن مطرح بکنن که واقعا بعضی ها هنوز نمیدونن تو ایران اینا یعنی چی. و بعضی از کاندیداهای ما با کمال وقاحت تو همین انتخابات میگفتن ما به کنوانسیون ملحق خواهیم شد، این به خاطر اینکه شما کار نکردید تو دانشگاه. اصلا تو دانشگاه توضیح بدید بیدین ها هم حالشون به هم میخوره. من یکی از بنده هاشو به شما عرض بکنم خجالت آوره. ببینید بنده های این کنوانسیون، این بیانیه‌ای که اینا میگن که ما میخواییم بهش ملحق بشیم، حالا انشالله یکی از بحث های جلسه شما هست و بحث حقوق زنان رو حتما مطرح خواهد کرد، من بحث کنوانسیون هم شاید مطرح بشه. به شما عرض بکنم اخیراً فیلم‌هایی که دارن جایزه اسکار میگیرن، اسکار میگیرن برای بازیگراشون، فیلم‌هایی هستن که زن اروپایی داره به صورت فطری علیه وضع جامعه خودش قیام میکنه. من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. این زن اروپایی حالش از این فضا به هم خورده که به یه خانومی بگن که چی؟ تو میتونی با چند نفر ارتباط داشته باشی؟ خب این با روحیه زن جور در نمیاد. آقا تو باید امضا کنی ولی حقوق بشر رو ناشناخته ای. اینو با کمال وقاحت میگم ما میخوایم بریم اینو امضا کنیم، قانون نتونه جلوشو بگیره. خب حالا مثلا این وقتی هست چیزی هوس خانوم هاست، آدم میگه اینا میخوان خانوم ها رو جلو هوسشون رو باز بگذارن. یه وقتی چیزی بابا دینم نمیخواد، فطرت طبیعی زنی همچی وضعی رو اکثرا دوست نداره. اروپا دادش در اومده از این وضعیت فلاکت بار. اگر دختر خانمی داره بی حجاب میکنه به احتمال 99% دچار اشتباه و سوء تفاهم شده، به احتمال 99% انگیزه فساد حتی نداره، فاسد هم حتی نیست. بهش بگی تو فاسد هستی ناراحت میشه، مشمئز میشه از سخن تو. و اگر پسرها هم در مقابل حجاب بالاخره انفعال خوبی نشون نمیدن، به دلیل این استش که سن ازدواج متاسفانه بالا رفته و همه این پسرها باید دارای یکی یه دونه خوابگاه متأهلین و خانومی باشن که الان منتظرشون هستش که بعد از کلاس برگردن. شما مطمئن باشید بعد از ازدواج آدم بهتر میتونه درس بخونه، خیلی راحت‌تر با تعادل روحی بیشتری میتونه به فعالیت علمی بپردازه، انشالله سن ازدواج کاهش پیدا بکنه، یک کمی گفتگو در این زمینه‌ها محدودتر بشه.